امام حسین علیه السلام در عصر پیامبر، روایت رویای ام ایمن. از امام صادق علیه السلام روایت است که گفت همسایگان ام ایمن با پیش پگاهان گریسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند ای رسول خدا، ام ایمن دیشب از گریه نخوابیده و تا پگاهان گریسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی را به سراغ ام ایمن فرستاد و او نزد پیامبر حاضر شد. رسول خدا به وی گفت ای ام ایمن، همسایگانت به من خبر دادند که تو شب تا سحر می گریستی، چشمانت گریان مباد، برای چه می گریستی؟ گفت ای رسول خدا، رویای سخت و بزرگ دیدم و از آن همه شب را تا سحر گریستم. رسول خدا به وی گفت خواب خود را به پیام آور خدا حکایت کن که خدا و پیامبرش داناترند. ام ایمن گفت برای من سخت است که از آن سخن گویم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت حقیقت رویا چیزی دیگری است و چنان نیست که در خواب دیده می شود، پس آن را برای رسول خدا حکایت کن. ام ایمن گفت دیشب در خواب دیدم که پاره از اعضای تو در خانه من افتاده است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت ای ام ایمن، آسوده باش که فاطمه حسین را به دنیا خواهد آورد و تو وی را پرستاری کرده شیر خواهی داد و به این ترتیب پاره از اعضای من در خانه تو خواهد بود و آنگاه که فاطمه حسین را به دنیا آورد و روز هفتم فرا رسید، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود تا موی سر نوزاد را تراشیده هم وزنش نقره تصدیق کنند و برایش گوسفند قربانی نمایند. سپس ام ایمن وی را مرتب ساخته در قبای رسول خدا پیچید و با پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت مرحبا، مرحبا به حامل و محمول، ای ام ایمن، این تعبیر خواب تو است. مولود پاکیزه. فاطمه دختر امام حسین از اسماء دختر ابوبکر روایت کرد که صفیه دختر عبدالمطلب گوید هنگامی که حسین علیه السلام از مادر زاده شد من قابلش بودم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت عمه جان، بشتاب پسرم را پیش من بیاور. گفتم ای رسول خدا، ما هنوز او را نشسته ایم. گفت ای عمه، آیا تو می خواهی او را بشویی؟ براستی که خداوند متعال خود او را پاک و پاکیزه ساخته است. قصه فطرس. ابراهیم بن شعیب مایسیمی گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که می گفت وقتی که حسین بن علی علیه السلام متولد شد، خدای عزوجل جبرئیل را فرمود تا با هزار فرشته به زمین فرود آید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم را از سوی خدا و خود تبریکی گوید. جبرئیل روان شد و بر راه از جزیره گذشت که در آن فرشته‌ای بود و چون او در آن
کوتاهی کرده بود، بالش را شکسته و در آن جزیره انداخته بود. فطرس در آنجا 700 سال خدای تبارک و تعالی را عبادت کرده بود، تا اینکه حسین بن علی متولد شد و جبرائیل را که به سوی زمین فرود می آمد دید. فرشته از جبرائیل پرسید به کجا می روی؟ و او پاسخ داد خداوند متعال محمد را با نعمت نواخته است و من مأمورم که این نعمت را از سوی خود و خدای با او تبریک گویم. فطرس گفت ای جبرائیل، مرا نیز با خود ببر تا محمد صلی الله علیه و سلم در حق من دعای بکند. امام صادق می گوید جبرائیل وی را با خود برد و آنگاه که به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید و او از طرف خدا و خود تهنیت گفت، حال روز فطرس را نیز به وی خبر داد. پیامبر گفت فطرس را بگو که خود را به این نوزاد بمالد و به جایگاه خود برگردد. فطرس تا پر و بال خیش را بر روی حسین بن علی علیه السلام کشید، پرواز کرده و به سوی آسمان اوج گرفت و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت، به زودی امت تو را خواهند کشت و مرا برای او در برابر این لطفی که از او دیدم خدمت خواهد بود که هر زائر او را زیارت کند، من ارادتش را به حضرتش خواهم رسانی و هر که سلام یا صلوات به او بفرستد دعا و درود وی را به او ابلاغ خواهم کرد. فطرس این گفت و به آسمان بال کشید و اوج گرفت. در قسمت بعدی داستان دردائل را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. اگر از مطالب که برای شما عزیزان تقدیم کردم برای شما مفید بوده باشد، لطفاً اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، چینل را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و کامنت های زیبای خود را با ما شریک سازید. تا قسمت بعدی یعنی داستان دردائل، شما را به عزت بی نیاز می سپارم. بدرود.